درود بر شما دوستان عزیز، وقت همگی به خیر. شروع میکنیم با هم درس 37 از گرامر سطح به آنش رو با هم دیگه. امروز میخوایم راجع به باز هم ادیکتیو ها با هم صحبت بکنیم، منتها یک تفاوت کوچیکی که در واقع این درس داره اینه که دیگه در مورد پایانه ادیکتیو ها نیست، بلکه موضوع سر این هست که ما در زبان آلمانی به دو شکل در زبان آلمانی صفت در واقع از مصدر ساخته میشه. خب اینو من کوچیکش کنم. خب پس به دو شکل در واقع در زبان آلمانی صفت از مصدر ساخته میشه. خب یکی از این روش ها رو اگه خاطرتون باشه من قبلا بهتون عرض کردم، ولی امروز حتما راجع به اون هم با هم دوره خواهیم داشت، برای اینکه من باید تفاوت این دو نوع صفت رو به شما بگم. اگر خاطرتون باشه ما قبلا صحبت کردیم که در زبان آلمانی بعضی از مصدرها یا در واقع خیلی از مصدرها رو براتون گفته بودم که اگه مثلا ما فرض بکنید یه فعلی داشته باشیم مثلا لاوفن، کوخن، زینگن، اینا همه مصدر هستش، یعنی حالا دویدن، راه رفتن، کوخن پختن و زینگن مثلا آواز خوندن. بعد اومده بودم به شما گفتم که اگر ما به این در واقع مصدرهایی که داریم اگر یه دونه در اضافه بکنیم، در واقع ازش چی درست کردیم؟ یک صفت درست کردیم که میشه چی؟ مثلا لاوفند. دوباره این رو هم همینطور به اضافه ده میکنیم میشه کوخند، و این رو هم همینطور میشه زینگند. خب حالا این رو قبلا بهتون درس داده بودم و بهتون گفته بودم به شکل خیلی ساده لاوفند به اضافه ده میشه لاوفند، و این لاوفند یعنی یک صفت هست. بعد اومدم مثل درس قبلی که براتون توضیح دادم گفتم چون الان این دیگه صفت هست، خب چون این صفت هست، چون کوخند صفت هست و چون زینگند صفت هست، این صفات هم مثل صفات های دیگه ای که ما در درس های قبلی رو شکل ساده تر خوندیم، مثلا خوندیم شنل، مثلا ونیگ، توی، نمیدونم حالا مثلا بیلی، هر صفت دیگه که خوندیم، گفتیم صفت هم مثل بقیه اجزای جمله در زبان آلمانی صرف میشه. یعنی چی میگیره؟ یعنی پایانه میگیره. بنابراین وقتی میگیم پایانه میگیره، یعنی اگه مثلا ما میخوایم بگیم که مردی که در حال دویدن بود میگیم در لاوفنده من. چرا؟ برای اینکه پایانه در حالت بشتیم وقتی در داشتیم، مثلا در لاوفنده من کمت مثلا فرض کنیم، یا اینکه ایست gekommen آمد. خب وقتی شما میخواین بگی چون در حالت بشتیمت در رو در واقع اینجا داری، قبلا گفته بودیم در حالت بشتیمت اگر ما صفتی داشته باشیم پایانش چی میشه؟ ا میشه. این چیزی بود که تو درس قبلی بهتون گفتم. بنابراین چیزی که با هم دوره میکنیم امروز اینه که هر این چیزی که من الان بهتون گفتم اینه که شما هر صفتی که در جمله دارید، حالا چه از مصدر ساخته میشه مثل اینها، چه خود صفت به شکل ساده از ابتدا از سطح آنس خوندید تا الان، هر صفتی که داشتید اونها هم همینطور، همش پس در جمله قراره چیکار کنه؟ پایانه بگیره. اینطوری نیست که چون این از مصدر ساخته میشه این قاعدش فرق بکنه. حالا این یک نوع صفته. اجازه بدید من این حالت این پس من اینجا می‌نویسم حالت اول. اوکی، این که قبلا بهتون درس دادم. یک حالت دومم ما داریم که اینجا که من نوشتم به دو شکل، یا اینجا بنویسم شکل اول
و شکل دوم. یه شکل دوم هم ما داریم که در زبان آلمانی میگن که در واقع اگر بذاری من نیتوه بمیسم قسمت پارتیسیپ تسوای یک مصدر همان شکل و همان شکل صفت در زبان آلمانی می تواند شناسایی شود. یعنی چی؟ یعنی که من الان یه مصدر رو اینجا برای شما می نویسم، خب بعد این مصدر رو من میتونم به شکل صفت هم برای شما بیارم. مثلا همین زینگن که من اینجا نوشتم، خب زینگن گفتیم یک حالت اینه که شما د اضافه بکن میشه زینگن، این میشه یه نوع صفت. یه شکل دوم هم داریم که چی هست؟ که پارتیسیپ تسوایش هست. من الان اینجا مینویسم پارتیسیپ تسوای، یه مساوی هم میذارم اینجا، این پارتیسیپ تسوای، این میشه چی؟ گزونگن. درست؟ گزونگن. باز مثلا یه فعل دیگه بلوتن، باز این پارتیسیپ تسوای رو ببینم قرمز کنم. خب این پارتیسیپ تسوایش رو دوباره میخوام بذارم، میشه چی؟ گلوتت. خب لاوفن که بالا براتون مثال زدم، حالا میخوام پارتیسیپ تسوایش رو بذارم، میشه چی؟ گلاوفن. حالا فارغ از این که بچه ها اصلا مهم نیست که اینا با زاین میشه پارتیسیپ تسوایش، در واقع پرفکتش رو وقتی میخواین استفاده بکنید با زاین میاد یا با هابن میاد، ما اصلا با این کار نداریم. ما میگیم پارتیسیپ تسوای فعل زینگن چیه یا مصدر زینگن چیه؟ گزونگن. بلوتن چیه؟ گبلوتت. همونایی که همیشه حفظ میکردیم. هنوز به اینجا نرسیدیم که در واقع اصلا کاری با این موضوع نداریم که مثلا لاوفن با زاین میاد و بلوتن مثلا با هابن میاد، اصلا تأثیری تو ساخت صفت نداره. بنابراین شما فقط به پارتیسیپ تسوای یعنی بهش میگن قسمت سوم فعل، درست؟ یعنی قسمت سوم فعل. ما وقتی تو جدول داریم مثلا میایم اینجا مثلا داریم لاوفن، این بالاش نوشته اینفینیتیو، خب بعد اینجا اومده مثلا زمان حالش رو، من اینجا بمیسم زمان حال رو صرف کرده برای شما، بعد زمان گذشته یا همون پرتریتوم رو صرف کرده، ریتوم رو صرف کرده و اینجا هم پرفکت رو. خب یعنی شما وقتی تو جدول های زمان در واقع آموزشی یا حالا گرامر زبان آلمانی میبینید اینجا اومده چی نوشته؟ اینفینیتیو. خب بعد اومده اینجا، اینم بذار آلمانی بنویسم یه دفعه. خب اینجا اومده نوشته پرزنس، بعد پرتریتوم، بعد پرفکت. خب ولی وقتی مذر میخوام اینجا نوشته پارتیسیپ تسوای، وقتی اینجا میاد مینویسه وقتی میگه اینفینیتیو مثلا میشه لاوفن، بعد یه دونه رو با مثلا ار براتون صرف میکنه، بعد پرتریتومش رو مینویسه لیف، مثلا بعد پارتیسیپ تسوایش رو مینویسه گلاوفن، اصلا دیگه نمینویسه با زاین میاد یا با هابن. شما با همون قسمت سوم فعل کار دارید، درست؟ یعنی این قسمت اول، این قسمت دوم و این قسمت سوم، به خاطر همین بشه این قسمت سوم فعل. خب اینفینیتیو هم که اصلا خود مصدر هست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم گفتیم که در زبان آلمانی به دو شکل در زبان آلمانی از مصدرمون صفت ساخته میشه. یکیش اینه که د رو اضافه بکنیم، خب یکیش اینه که قسمت سوم فعل رو یا مصدر رو بنویسیم به عنوان صفت. خب سوال این هست که اصلا اگر قرار این دوتا صفت باشه،
خب مثلا من میخوام بگم مردی که در حال دویدن بود. خب میخوام این رو بگم. باید از کدوم یکی از این صفت ها استفاده کنم؟ الان از گلاوفن باید استفاده کنم یا باید از لاوفند استفاده بکنم؟ اینجا من مجبورم یه در واقع اشاره به زبان فارسی بکنم برای اینکه شما این رو بهتر متوجه بشین. خب یه مثالی در زبان فارسی برای شما میزنم، دو تا جمله براتون میگم، بعدش براتون توضیح میدم که این دو تا با هم دیگه چه فرقی میکنه، بعد چرا اصلا اومدیم سراغ زبان فارسی، برای اینکه شما تا تفاوت این دو نوع صفت رو در زبان فارسی متوجه نشین تو زبان آلمانی تشخیص این دو تا صفت از هم دیگه بعداً براتون سخته. حالا اجازه بدین شروع بکنم بهتون میگم. من میگم که فرض کنید من مثلا یه قابلمه سیب زمینی روی گاز گذاشتم. حالا یه مثال ساده میخوام براتون بزنم. من میگم که من مثلا حرارت سیب زمینی های در حال جوش، حالا یا جوشان را کم کردم. حالا مثلا زیر گاز رو کم کردم. یه بار دیگه هم به شما میگم من سیب زمینی های پخته شده، خب، یا در واقع جوش خورده شده را به غذا اضافه کردم. خب ما همینجا دو نوع در واقع صفت داریم. یکی سیب زمینی های در حال جوش یا جوشان، خود این جوشانه یک صفت هست. بذار من نوزیش رو خط بکشم. اون قسمتی که فقط صفت هست، یعنی در حال جوش یا جوشان، ها؟ یعنی مشغول جوشیدن بوده دیگه، من زیرش رو کم کردم. یه دونه هم داریم سیب زمینی های پخته شده یا جوش خورده شده. حالا ما که توی فارسی نمیگیم جوش خورده شده، ولی من چون خواستم از ریشه همین کلمه استفاده کنم براتون این رو بگم. ما میگیم پخته شده. وقتی میگیم پخته شده یعنی اون جوش و خورده تموم شده، ولی فقط میخواستم ریشه یکسان داشته باشه براتون استفاده کنم، الان بهتون میگم. خب ما اینجا همونطور که میبینی یه در حال جوش یا جوشان رو داریم و یه پخته شده جوش خورده شده. حالا چی شد؟ دو نوع صفت داریم. میایم میگیم در آلمانی اصلا به جوش خوردن یا پخته شدن میگیم کوخن. خب کوخن، این مصدر ما. از کجا من بفهمم که در حالت یک به ما گفته شده بنویسید کوخن د، این یه نوع صفته، و در حالت دومم به ما گفته شده بنویسید گکوخت. حالا گکوخت بعد شما میان پایانه برش میذاریم. خب پس اینم صفت دوم. از کجا متوجه بشیم که این کوخند معنی جوشان رو میده یا جوش خورده شده یا پخته شده رو میده یا گکوخت معنی این دوتا رو میده؟ اصلا کجا بفهمم که برای کدوم جمله کدوم صفت رو استفاده بکنم؟ ولی تا اینجا به شما گفته شده دو نوع صفت ما داریم. خب من به شما اینو به عنوان توضیح بهتون بگم. اگر شما در جمله‌ای که میخواید بگید استمرار یک موضوع، یعنی تکرار اون موضوع در اون زمان اتفاق میافتاده و در اون زمان تموم نشده، یعنی که همچنان اون حالت ادامه داشته ولی به عنوان یک صفت بوده. مثلا من میگم که بذار این رو کامل بکنم براتون. اگر اون کار، اون عمل، اون فعل در جمله‌ای که دارید، شما اون جمله رو میگین، اون فعل رو مشخص میکنید. اگر اون فعل تمام نشد و همچنان استمرار داره در جملتون، شما باید از حالت یک استفاده کنید. یعنی کوخند باید استفاده کنید. یعنی عمل پختن یا عمل جوشیدن، ها، در حال جوشیدن، این تموم نشده در اون زمان، همچنان ادامه داشته. مثلا شما میگید که فرض بکن، مثلا میگید که من مردی را که در حال دویدن بود دیدم.
توی فارسی متاسفانه این مشکل وجود داره. حالا یا تو مقایسه میخوام با زبان آلمانی بهتون بگم، زبان فارسی زبان غنیه، ولی میخوام بهتون تو مقایسه بگم، اگه من بخوام همین جمله رو آلمانی بگم، من بگم من مرد دوان را دیدم. ببین مرد دوان همونیه که ما تو فارسی میگیم مردی را که در حال دویدن بود، درسته؟ ولی ما تو فارسی که نمیگیم من مرد دوان را دیدم. خب ما میگیم من خواننده، حالا پرنده، مثلا من پرنده آواز خان را، مثلا من از پرنده آواز خان عکس گرفتم. الان آواز خان یعنی چی؟ تو فارسی ما چجوری تعبیر میکنیم؟ ما میگیم من از پرنده ای که در حال آواز خواندن بود عکس گرفتم. همینی میبینید، در حال آواز خواندن بود. ببین وقتی تو این جمله رو میگی یعنی این که مردی که در حال دویدن بوده دیدی، من مرد دوان رو دیدم. تعبیر چیه؟ یعنی اون موقع که شما داری از این موضوع صحبت میکنی اصلا روز قبلش این اتفاق افتاده برات. مردی رو که در حال دویدن بوده دیدی، ولی با دیدن شما این پروسه متوقف نشده که، همچنان اون آقا داشته میدویده. خب پس مرد دوان رو دیدم. اگر شما صفتی رو که میخوای برای جملت بیاری، چه در زمان حال همون موقع اتفاق افتاده، چه گذشته اتفاق افتاده، ولی اون عمل استمرار داشته، این رو میتونی به شکل اول بیاری. یعنی اینجا از چه صفتی استفاده میکنی؟ لاوفند. خب اینجا از چه صفتی استفاده میکنی؟ زینگند. چون این اتفاق همچنان ادامه داشته، فرق نمیکنه. الان این لاوفند رو یک کلمه ای که به فکرم رسید قبل از اینکه این لکسیون رو باهاتون شروع کنم چجوری بهتون بگم، همین در حاله بود. ما در واقع حالت استمراری همینو داشتیم دیگه. میگفتیم مثلا تو انگلیسی خیلی راحته، شما آینجی میذارین و فعل رو صرف میکنید به شکل آینجی فرم، اونایی که زبان انگلیسی بلدن. ولی در زبان آلمانی متاسفانه این امکان وجود نداره که یک راهی برای تشخیص این دوتا باشه، مگه اینکه من با زبان فارسی براتون مقایسه بکنم یا با زبان انگلیسی. ولی چون به هر حال ممکنه عده باشن که زبان انگلیسی رو ندونن، بهترین حالت اینه که من با زبان فارسی براتون مقایسه کنم. همین که شما میگین من مرد دوان را دیدم، یا من پرنده آواز خان را دیدم، یا من کتاب سخنگو را خریدم. خب یا من کتاب سخنگو را میخوانم. مثلا چرا ببریم گذشته؟ کتاب سخنگو با گفتن شما این صفت از بین نمیره، یعنی سخنگو بودنش ادامه داره. در این شرایط شما باید از حالت یک استفاده کنید. یعنی هر صفتی که میخوای بگی، مگه نمیخوای بگی دوان؟ خب دوان از ریشه فعل دویدن میاد دیگه، لاوفن هست، یه ده بهش اضافه کن میشه لاوفند. من اینو قرمز کنم که یادتون بمونه که این صفته، و زینگن میشه زینگن. حالا همون مثال اولی که بهتون زدم برگردیم. من حرارت، حالا یا مثلا زیره گاز رو میخوام بگیم کم کردم، حالا من دیگه مجبور بودم اینجوری بنویسم، من حرارت سیب زمینی های جوشان را کم کردم. این جوشان یعنی چی؟ یعنی همون موقع این سیب زمینی ها داشته میجوشیده و شما در حال جوش بوده کمش کردیم. یعنی همین، یعنی همون کوخند. پس اینجا باید بنویسید کوخند. خب چرا؟ چون اون صفتی که شما میخواین استفاده کنید استمرار داشته، ادامه داشته. ولی بعضی وقتا شما دارید راجع به یک صفتی صحبت میکنید، مثل سیب زمینی های پخته شده. عمل پخته شده، در واقع این صفت پخته شده دیگه، شما وقتی الان دارید صحبت میکنید تموم شده. یعنی شما دارید میگی من مثلا دیروز یه غذای مثلا یه سالاد سیب زمینی میخواستم درست بکنم، بعد سیب زمینی های پخته شده رو به مواد غذایی دیگه هم اضافه کردم. یعنی این پخته شده در همون زمانم که شما صحبت کردید دیگه
استمرار نداشته، تموم شده. اگرم عمل استمرار برش وجود داشته، قبل از اون بوده که اصلا ربطی به جمله فعلی شما نداره. خب پس میشه پخته شده. خب یعنی چی رو میذاریم؟ یعنی چون استمرار نداره و تموم شده، این حالت در این صفت تموم شده، از گپخت استفاده میکنیم. یادتون بمونه که بهتون عرض کردم که چه کوخند چه گپخت، هر کدوم که تشخیص دادید که با توجه به توضیحات گرامری که الان بهتون دادم درست هست، هر کدومو گذاشتیم بچه بعدش باید پایانه هاشو بذارین. این بستگی داره نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو، گنتیو، این صفت داره کجا استفاده میشه. یعنی ما هرگز در جمله نداریم کوخند، ما داریم مثلا کوخندر، کوخنده، کوخندس، ما اینا رو داریم. ما هرگز خود این رو به شکل خام نداریم کوخند، ما هرگز به شکل خام نداریم گکوخت. حتما باید پایانه برش بذارید، اینو فراموش نکنید. فکر کنید من در این حد هم توضیح میدم، باید تو جمله که میذارین صفت ها رو هم مثل بقیه اجزای جمله صرف بکنید. اون که اصلا بحث مربوط به درس گذشته هم بود، فقط برای یادآوری بهتون گفتم. پس میگیم حالا تا اینجا یه مثلا مثال فارسی دیگه هم بهتون بزنم که مثلا میگم توی یه جمله کامل، میگم ارهاد، وقتی میگم باید صرفش بکنیم، ارهاد میدم، خب میدم لاوفند، اینو بذارید باشه، من چند تا جای خالی میذارم، من گشبروخن. چی شد؟ میگه او با این مرد، مرد در حال دویدن یا دوان. ما توی زبان فارسی ما این رو اگر به شکل ادبیات فارسی یا شعر داشته باشیم شاید بشه استفاده کرد، خیلی چیزها رو، خیلی کلمات رو، مثلا دوان، نمیدونم مرد دوان به سوی من آمد، نمیدونم. ولی ما واقعا در محاوره روزمره هم میگیم مردی که در حال دویدن یا دویدن بود به سمت من اومد، مرد خندان از مثلا کلاس اومد بیرون، یا مثلا نمیدونم شادان، نمیدونم تمام اینها. این صفت هایی که من دارم بهتون میگم شاید اگه شما در زبان فارسی ببینید خیلی ها رالا، مثلا میگیم مثلا بچه کوچک، یا مثلا حالا دختر بچه گریان از زمین بازی اومد بیرون. اگه شما این متن رو در زبان فارسی ببینید میگه چقدر شاعرانه گفته. بنابراین ما نداریم چنین صفتی، داریم ولی یه در حال گریه کردن میگیم، نمیگیم گریان. اگر شما ببینید یا بشنوید که خیلی از صفتها 80-90% از صفتها در زبان فارسی اگه ببینید به این شکل گریان، جوشان، خندان، دوان، به این شکل ها ببینید، حتما مقصود اون نویسنده یا گوینده رو یکمی ادبیاتی تر میبینید، یکمی شاعرانه تر میبینید. در غیر این صورت همیشه ما از مردی که در حال دویدن بود رو دیدم، یا بچه در حالی که گریه میکرد از کلاس اومد بیرون، یا نمیدونم هر چیز دیگه، مثلا کودکی که داشت میخندید به من نگاه کرد، کودکی که همین داشت میخندید یا در حال خندیدن بود، اینا همه بچه ها ده میگیره. خب حالا میگه او با مردی که در حال دویدن بود. ببین دیگه الان میتونم از اینجور ترجمه کنم چون توضیح دادم، ولی ما این رو در آلمانی چه میگیم؟ میگیم با مرد دوان، دوان. اصلا نمیشه به فارسی برش گردون، ولی شما الان دیگه متوجه منظور من میشین. لوفندمان یعنی چی؟ حالا گفتیم در داتیو چیکار میکنیم؟ در داتیو گفتیم تمام پایانه ها چی هست؟ ان. لوفندن من گشبروخن. چرا داتیو؟ برای اینکه میت داریم اینجا. پس او با مردی که در حال دویدن بود صحبت کرد. خب پس همونطور که میبینین لوفندن من، چون همون موقع که میخواست داشته صحبت میکرده اون مرد همچنان داشته میدویده، بنابراین
میتونیم بگیم که از این صفت استفاده کنیم. یا مثلا یه مثال دیگه من میگم there arts verbindet، یعنی پانسمان کرد. verbindet دی blutend، اینو میذارم یه جای خالی میذارم hand. خب hand آرتیکلش چیه؟ دی هستش. verbinden چی هست؟ آکوزاتیو سازه، درسته؟ پس وقتی تو آکوزاتیو بودیم و در حالت بشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم دی blutend ده hand. یعنی چی بچه؟ یعنی پزشک یا دکتر باند پیچی کرد، ما میگیم حالا باند ژیرن میشه باند پیچی کرد، یا فربیندن یعنی بازم پانسمان کردن. خب حالا از همین فعل فربیندن میگیم پانسمان کرد دست خونین رو، ولی ما اصلا به حساب بکن بگم دست خونین رو پانسمان کرد، شما اصلا اون تو زبان فارسی اون حسش رو نمیگید، ولی اگه بگم دستی که در حال خون اومدن بود رو پانسمان کرد، این رو الان همه بهتر متوجه میشیم، چون تو زبان فارسی دستی کمی بازتره، یعنی امکانات ما بیشتره که بتونیم از هزار و یک کلمه استفاده بکنیم که یه شکل دیگه بگیم. ولی حالا من که آلمانی زبان نیستم نیتیف، نمیدونم که اینجا هم دست اینقدر باز هست یا نه، ولی به هر حال در حد گرامری که داریم با هم میخونیم اینه که مقایسه میکنیم، اینطوری با زبان فارسی مقایسه کنیم بهتر میفهمیم که از اینجا بعد بلوتند یعنی چی. دیگه نگیم دست خونین را بانده، نه که اشتباه باشه، ولی ترجمه خوبی به شما نمیده. به هر حال امیدوارم که این توضیحاتی که بهتون دادم، یه مثال هم من بزنم در مورد این یکی حالت، اینا در مورد حالتهای یک بوده، من اینجا می نویسم یک که شما بدونید این مثال های حالت اول بود. یه مثال هم من بزنم از حالت دوم که خیالم راحت بشه. خب این دو، ما یه جمله می نویسم براتون، میگم داس فرلت، اینو نمیذاشتم بهتر بود، حالا افنده تیر ایس ناخ دقای تاگه فرشتوربه فرشتوربه. خب میگه که فرلتن یعنی وقت میشدن، درست؟ فرلتن این فرلتن، وقتی میخوام پارتیسیپ تسپایش رو بنویسم میشه فرلست. خب یعنی الان چی هست؟ صفت مورد نظرمون اینه، پارتیسیپ تسپایش اینه. خب مگه نگفتیم از مصدر که این هست زخمی شدن، پس فرلست میشه چی؟ زخمی، درسته؟ یا در واقع زخمی شده، اینطوری بهتره، زخمی شده. حالا من اینو میخوام به من بزنم تو صفت دیگه، میگه das verletzt، اینو گذاشتم تیر، تیر آرتیکلش چیه؟ das هستش و همونطور که میبینی اول جمله خودش با das نمیشه، وقتی در حالت بشتیمت میوبردیم و آرتیکل das بود پایانه چی میشه؟ میشه das verletzt. میگه اون حیوان زخمی شده یا زخمی فرقی نمیکنه، چه شده رو بنویسین چه ننویسین هر دوش صفته، ولی چون از مصدر میگیری بهتر بنویسی زخمی شده. Das verletzte Tier میگه اون حیوان زخمی شده ist verstorben، مرد دیگه. خب ist verstorben، مرد بعد از 3 روز، بعد از 3 روز مرد. قسمت مهم اینه که ما باش کار داریم دیگه. حالا چرا گفتیم فرلتسته؟ چرا نگفتیم فرلتستند؟ چرا اینجوری نگفتیم مثل حالت اول؟ برای اینکه اون زمانی که شما داشتی در مورد این جمله صحبت میکنی یا زمانی که یکی این رو میشنوی یا میخونی جایی، این اتفاق، این صفت برای این موجود یا حیوان تموم شده، یعنی زخمی شده و الان مرده، تموم شده دیگه. به خاطر همین موضوع چون این صفت دیگه استمرار نداره، باید از ریشه فعل استفاده کنید که پارتیسیپ تسپایش چی میشه؟
و وقتی پارتیسیپ اسپای پیدا کردی بذارید تو جمله و پایانش رو بدی و تمام. خب یه مثال دیگه از همین بزنم. میگم حالا همه شد در مورد مرگومی رو نداره دیگه. در فرشتوربن اینو جای خالی میزنم من هینترلیس مثلا این میلیونن میگیم فرشتوربن فرشتوربن یا میتونم بنویسم فرشتوربند یا میتونم بنویسم فرشتوربن خودش رو یعنی پرفکتش هم میشه فرشتوربن اینجا زنگ فلهی که خودش میشه دوباره اینجا میشه فوت شده اینجا میشه در حال فوت درست؟ حالا خودتون قضاوت بکنین که من اینجا میگه که در واقع منظور این جمله اینه میگه مرد فوت شده حالا مردی که فوت شد خب هینترلیس به جا گذاشت از خودش یک میلیون مثلا میراث خب حالا به عنوان میراث به جا گذاشت من میخوام ببینم که من باید بنویسم در حال فوت یا بنویسم فوت شده کدوم این صفت ها مسلمه که وقتی شما یک صفتی خب این آقا مرد تموم شد یعنی اون موقع که شما داری صحبت میکنی از یک صفتی داری صحبت میکنی که به پایان رسیده وقتی به پایان رسیده بعد از چی استفاده کنیم؟ فرشتوربن حالا پایانش رو چی کار کنیم؟ پایانش تکلیفش از خود صفت جداست دیگه رفتی نده میگیم در فرشتوربن من چون در حالت بشتیم هسته پس این حالت اول اشتباه پاکش میکنم میشه فرشتور بن امیدوارم که این مثال تونسته باشه بهتون کمک بکنه تمرینش رو میذارم و در خدمتون هستم شاد و پیروز باشین تا ویدئوی بعدی ما که ویدئوی آخر از سطح به آینس هستش موفق باشین خدا نگهدار